فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما. خوش آمدید آقای ندیمی. قبلا هم شاهد سوانه نظامی چنین زیاد بودیم، مرتب اتفاق میفته، تکرار میشه، دلیلش چه هست؟ اجازه بدین اول من تسلیت بگم خدمت خانواده های این دو خلبان جوان که در این حادثه تاسف بار جونشون از دست دادن. ببینید، حوادث مربوط به صندلی های پرتاب شونده یا طراحی نادرست صندلی های پرتاب شونده هنوز منحصر به ایران نیست. در خیلی کشورها اتفاق میفته، حتی در مورد هواپیمای خیلی پیشرفته آمریکایی هم مورد داشته. ولی در ایران با وجود تمام ادعاها، توان هوایی یکی از مؤلفه های اصلی قدرت ملی کشور دیگه نیست. الان سپاه پاسداران، روش های میدانی، موشک ها جای نیرو هوایی گرفته، در نتیجه بودجه های اصلی متوجه اون برنامه ها میشه. نیرو هوایی بودجه ناکافی داره، برنامه های ارتقا یا پروژه هایی که انجام میشه خیلی ناقص انجام میگیره و همینطور مدیریت بسیار ناکارآمدی داره. نتیجه این شده که نیرو هوایی بعد از این همه سال کارهای کافی نداشته باشه. تعداد هواپیماهاش خب به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در این هر سال که از کشورهای سازنده هواپیما به دور بوده امکاناتش و حتی کشورهای مثل روسیه هم حاضر نبودن به ایران هواپیما بفروشن، در نتیجه می‌بینیم که هواپیماهای ایرانی فرسوده شدن و وضعیت فنی خوبی ندارن. با وجود تلاش های زیادی که انجام گرفته برای این که این هواپیما رو سرپا نگه دارن و همچنان پرواز بدن، ولی خب این باعث خطر میشه برای خلبان جوانی که باید با این هواپیما پرواز بکنن. در این مورد هم شاهد این مسئله بودیم. چقدر فکر میکنید مسئله تحریم ها روی موضوع مؤثر بوده؟ خیلی مهم، خیلی مهم. البته در این مورد خاص این صندلی‌های پرتاب شونده نقصهایی داشتن که اگر این تحریم‌ها وجود نداشت خیلی راحت میتونستن این صندلی‌ها رو با انواع جدیدتر جایگزین بکنن. البته دقیقا من نوعش رو نمیدونم، افنج بی بوده یا سیمرغ بوده. سیمرغ هواپیمای یک نفره بوده که در صنایع هواپیماسازی اصفهان به دو کابینه تبدیل شده. این تبدیل به چه ترتیب انجام گرفته؟ صندلی‌هایی که روش کار گذاشته شده آیا نمونه ساخت ایران صندلی ساخت روسی بوده یا اینکه همون مارتین بیکر MK7 بوده که از قدیم روی هواپیما بوده و میبایست تا الان اینا ارتقا داده میشده؟ آیا اون کارتریج هایی که زیر صندلی بوده و آتش شده تاریخ مصرفشون به چه ترتیب بوده؟ اون روند فنی ایمن شدن این کارتریج ها در پرواز قبلی آیا به خوبی انجام گرفته؟ این اشتباهات به چه ترتیبی، چه دلیلش چی بوده؟ این همه میتونه نشون دهنده یک روند، یک سیستم غلط ایمنی در نیروی هوایی باشه، مدیریت ناکافی و همینطور دلسردی پرسنل نیروی هوایی. ممنون آقای ندیمی. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده همراه ما. متشکرم.